انکبوت درون فیلمساز فیلم انکبوت مقدس سومین ساخته ی علی عباسی یک شنبه اول خرداد ماه نخستین نمایش خود را در هفتاد و پنجمین جشنواره کن تجربه کرد. این فیلم روایتی مغرضانه و بدور از واقعیت را بر اساس زنجیره ای سعید حنایی به تصویر میکشد. پیشتر ابراهیم ایرجزاد با همین موضوع فیلم انکبوت را با بازی محسن تنابنده و ساره بیات ساخته بود که به تازگی در سینماهای کشور هم اکران شد. اما انکبوت مقدس به کارگردانی علی عباسی با بازی مهدی بجستانی در نقش سعید حنایی و زهرا امیر ابراهیمی در نقش خبرنگاری که ماجرا را روایت می کند در کشور اردن ساخته شده است. علی عباسی در ساخت فیلم خود دست به دامن تخیل شده و داستانش را از دید زن روزنامه‌نگاری روایت می کند که پیگیر قطره‌های زنجیره‌ای شده و در نهایت موفق می‌شود قاتل را با کمک همکارانش پیدا کند در حالی که در واقعیت اساس دستگیری سعید خنایی به واسطه یکی از قربانیان او که موفق به فرار شده بود اتفاق افتاد به گواه کسانی که مخاطب نخستین نمایش این فیلم در کن بوده اند، انکبوت مقدس به طرز مشمئز کننده حاوی صحنه های آمیز و ناراحت کننده است. علاوه بر این تصویر به نمایش درآمده از شهر مشهد سیاه و به دور از واقعیت است و این مسئله را به ذهن متبادر می کند که گرایش های مذهبی سعید هنایی و انگیزه اش برای جنایت در ذهن کارگردان جذابتر از صورت مسئله است و آن را وسیله برای سیاه نمایی محض ایران قرار داده است. حالا سوال اینجاست که اگر این جنایات به بحانه های دیگری رخ میداد آیا باز هم این سوژه تا این حد برای سازندگان اثر جذاب بود؟ به گفته سعید منتظری از خبرنگاران حاضر در این جشنواره در طول زمان 116 دقیقه فیلم شاهد نمادپردازی های عجیب و غریبی هستیم که اصولا ارتباطی جدی با کانسپت اصلی فیلم ندارد و گویا برای تخریب هرچه بیشتر چهره ایرانی و ایران و به ویژه دین و مذهب به کار گرفته شدند که از جمله آنها میتوان به نشان دادن مشهد به عنوان یک شهر عقب افتاده و مخروبه اشاره کرد. این در حالی است که انتظار میرفت این فیلم صرفا روایتگر یک اتفاق تلخ تاریخ معاصر با چاشنی درامپردازی بر اساس مفاسد اخلاقی و معضلات اجتماعی باشد جهتگیری های سیاسی و جانبدارانه جشتواره های خارجی و حمایت آنها از برخی مواضع خاص بر همگان آشکار است. نقد هایی که از رسانه های جهانی حاضر در کن درباره انکبوت مقدس بیرون می و روی خوشی که جشنواره به این فیلم نشان داده نه از کیفیت و ارزش بالای هنری بلکه به دلیل تخریب چهره ایران و سیاه نمایی قرزورزانه فرهنگ ماست. قرار بود هنر آینه تمام نمای حقیقت باشد اما فیلمسازی آن هم خارج از مرزهای ایران دستاویزی است برای سیراب کردن آتش و عقده هایی که یک کارگردان ایرانی از وطنش دارد خبرنگار مریم ستوده